در این درس قصد داریم داستانی رو برای شما بیان کنیم که دقیقا در زمان حال ساده یا سیمپل present اتفاق میفته داستان در مورد یه آقایی به اسم هنک که یک کابویه اتفاق میفته و می‌خوایم ببینیم که این آقا چیکار کار میکنه دوستان دقت داشته باشید جملاتی که در این درسیات میگیرید همشون در زمان حال ساده هستند پس اکثرتون هم زمان حال ساده رو میشناسید و ساختارش به این صورت فائل به علاوه فعل به شکل ساده یا به شکل اصلی به علاوه بقیه جمله بسیار خوب بریم داستان رو در مورد هنگ کابوی شروع کنیم هانک ایز ای کابوی هانک ایز ای هانک یعنی یه آقایی به اسم هنک is یعنی است همطور که میبینید فاعل به علاوه فعل فاعل یعنی آقای هنگ is یعنی است cowboy یعنی گاوچران کاو یعنی گاو بوی یعنی پسر بوی یعنی گاوچران پسری آقایی که گاوچرانی میکنه هنگ is a cowboy. یعنی هنگ یک گاوچرانه هنگ is a cowboy هانک is a cowboy. He lives, He lives on a farm. He یعنی او. او منظورش کیه؟ هنگ. آقای هنگ. یه بار معرفیش کردیم. اسمشو گفتیم. گفتیم هنگ. حالا از زمیر استفاده میکنیم. زمیر او. اوی آقا. میشه هی. lives یعنی زندگی میکند. سوم شخص مفرد. سوم شخص مفرد کیه؟ هی. هنگ به خاطر همین بعد از فعل live یعنی زندگی کردن اسه سوم شخص میگذاریم He lives on a farm farm یعنی مزرعه on a farm یعنی در یک مزرعه He lives on a farm یعنی او در یک مزرعه زندگی میکند He lives on a farm He lives on a farm He has a horse named Ginger. He has a horse named Ginger. He, یعنی اوی آقا به کی اشاره میکنه زمیر هی یعنی هنگ هنگ در مورد هنگ داره صحبت میکنه هنگ رو قبلا معرفی کردیم پس حالا از زمیر استفاده میکنیم هز یعنی دارد اوی سوم شخص دارد چرا نگفتیم هف چون فائلمون سوم شخص مفرده پس میشه has he has یعنی او دارد a horse یعنی یک اسب horse یعنی اسب he has a horse یعنی او یک اسب دارد named با ایدی آخرش یعنی اسم گذاشته شده نیم همونطور که میدونید یعنی اسم اما نیمد یعنی اسم گذاشته شده نامیده شده جینجر یعنی زنجبیل اسم اسبشو گذاشته زنجبیل he has a horse named ginger یعنی او یک اسب داره که اسمش جینجره اسمش زنجبیله چه اسم بامزه‌ای he has a horse named ginger he has a horse named ginger hank loves ginger هانک لافز جینجر هانک یعنی آقای هانک لاوز یعنی او دوست دارد لاو یعنی عشق ورزیدن یا دوست داشتن جینجر که گفتیم یعنی زنجبیل اسم اسبشه جینجر هانک لاوز جینجر یعنی هانک عاشق جینجر عاشقش خیلی دوستش داره هانک لافز جینجر He rides ginger every day. He rides ginger every day. He دوباره زمیر هی به کی برمیگرده؟ برمیگرده به هنگ رایدز حالت سوم شخص فعل راید یعنی سواری کردن سواری کردن بر روی چیزی مثل موتور مثل اسب رایدز حالت سوم شخص فعل راید یعنی سواری کردن یعنی سواری می کند سوار می شود جینجر که گفتیم همین اسبه که اسمش زنجبیله اوری day یعنی هر روز he rides ginger every day یعنی او یعنی کی یعنی آقای هنگ هر روز سوار جینجر میشه تفلک جینجر he rides ginger every day he rides ginger every day sometimes they walk slowly and sometimes they run fast sometimes they walk slowly and sometimes they run fast sometimes yani bazi vacht ha. some yani bazi time yani zaman sometimes yani gohi okat ya bazi They یعنی آنها Walk یعنی راه رفتن میبینید که الش خونده نمیشه و زمانی که میخواید بگید Walk لبها حالت بوسه دابلیشو که میخواید تلفظ بکنید Walk Slowly Slow یعنی آرام Slowly یعنی به آرامی یک قید And و Sometimes و بعضی اوقات They آنها آنها کیو داره میگه هنگ و جینجر رو ران یعنی دویدن فست یعنی سریع با سرعت sometimes they walk slowly بعضی وقتا اونها آروم قدم میزنند and sometimes و بعضی وقتا they run fast اونها خیلی سریع میدوند sometimes they walk slowly and sometimes they run fast بعضی وقتا اونها آروم قدم میزنن و بعضی وقتا خیلی سری می دوند. خوش به حالشون sometimes they walk slowly and sometimes they run fast sometimes they walk slowly and sometimes they run fast they always have a good time They always have a good time. They یعنی آنها به کی برمیگرده؟ به کی اشاره میکنه؟ به هنک و جینجر. Always یعنی همواره، همیشه. Have یعنی دارند. در اینجا اشاره میکنه به they و از have استفاده میشه یعنی داشتن، فعل داشتن. A good time یعنی یک اوقات خوش، یک اوقات خوب. They always have a good time یعنی آنها همیشه اوقات خوشی دارن با هم با هم خوش میگذرونن They always have a good time They always have a good time Ginger is Hank's horse Ginger is Hank's horse Ginger is Hank's horse. چقدر جالب شد. مالکیت یه چیزی به انسان. Ginger که همون زنجبیله. اسبه که اسمش جینجره. Hank's horse یعنی اسب هنگ. حالا ببینید آپاستروفی اس برای مالکیت اینجا استفاده شده. هنگ که یعنی آقای هنگ. آپاستروفی اس برای مالکیتش استفاده میشه. هورس یعنی horse یعنی اسب. Hank's horse یعنی اسب هنگ. Hank's horse, yani aspe Hank. Ginger is Hank's horse, yani ginger aspe Hank. Asbiyakemale Hank. Ginger is Hank's horse. She is light brown. She is light brown. She. یعنی اوی معنس به کی داره اشاره میکنه؟ به جینجر به زنجبیل به اسبه پس چون معنس احتمالا اسبه از شی استفاده کرده is یعنی است light brown یعنی قهوهی کمرنگ قهوهی روشن light یعنی سبک همچنین به معنی روشن همچنین به معنی سبک brown یعنی قهوه‌ای light brown یعنی قهوه‌ای روشن she is light brown یعنی رنگ او او خانم کیو داره میگه جینجر رو light brown قهوه‌ای روشن she is light brown پس متوجه شدیم که رنگ جینجر قهوه‌ای روشنه she is light brown همونطور که میدونید به جای شی میتونید بنویسید جینجر جینجر is light brown she is light brown She is light brown. Her tail and mane are dark brown. Her tail and mane are dark brown. Her, یعنی مال اوی خانوم. به کی داره اشاره میکنه؟ در اینجا چون ما میدونیم از زمیر مالکیت استفاده میکنه. Her, یعنی مال اوی خانوم. تیل یعنی دوم مین یعنی یال موهای یال اسب و دیدین مین تلفظش اینجوریه آر یعنی هستند چرا نگفته ایز دلیلش اینه که حالت جمع رو داریم استفاده میکنیم تیل and مین پس دوتا رو داره میگه پس میگه آر دارک براون یعنی قهوه تیره دارک یعنی تیره تاریک Brown یعنی قهوه‌ای Dark brown یعنی قهوه‌ای تیره Her tail and mane are dark brown یعنی دومش و یالش قهوه‌ای تیره فکر کن یه اسبی داشته باشی که قهوه‌ای روشن باشه همه جاش ولی دومش و یالش قهوه‌ای تیره باشه چقدر خوشگل میشه Her tail and mane are dark brown She is three years old. She is three years old. She داره برمیگرده به جینجر از است three یعنی سه years یعنی سالها old یعنی سن و سال پیر she is three years old یعنی او سه سالشه کیو داره میگه جینجر رو پس جینجر سه سالشه She is 3 years old. She is 3 years old. She lives in the stable by the house. She lives in the stable by the house. She دوباره در مورد جنجر Lives یعنی yani زندگی فعل لیو یعنی زندگی کردن لیوز یعنی او زندگی می کند کیو میگه جینجر رو این در the stable یعنی استبلی که استبل مشخصی داره در مورد صحبت میکنه پس the آورده by the house یعنی کنار خونه کنار خودم خونه the house خونه آقای هنگ by the house یعنی بغل دست خونه in the stable یعنی داخل استبل استبل همونطور که میدونید همون جایی که اسب و اینا رو نگه میدارن she lives in the stable by the house یعنی او در استبل کنار خونه زندگی میکنه she lives in the stable by the house او در استبل بغل خونه زندگی میکنه She lives in the stable by the house. Ginger waits for Hank every morning. Ginger waits for Hank every morning. Ginger, که گفتیم زنجبیل waits, یعنی منتظر mi حالا چرا اس گذاشته به خاطر اینکه سوم شخص مفرده در مورد کی داره صحبت میکنه در مورد فائل فائل که جینجر جینجر ویتس جینجر منتظر میمونه فور برای هنگ برای آقای هنگ Every morning یعنی هر روز صبح Ginger waits for Hank every morning Ginger هر روز صبح منتظر هنگ میمونه تفلکی Ginger waits for Hank every morning Ginger waits for Hank every morning. she enjoys their time together she enjoys their time together شی داره در مورد جینجر صحبت میکنه یه بار معرفیش کرد حالا داره از زمیر استفاده میکنه enjoys یعنی لذت میبره خوش میگذرونه چرا نگفته enjoy چرا اس گذاشته اصلا براش به خاطر که سوم شخص مفرده she enjoys یعنی او لذت میبره their time their یعنی مال آنها time یعنی زمان together یعنی با همدیگه. she enjoys their time together یعنی او از زمانهایی که با هم دیگه هستن لذت میبره بله بهش خوش میگذره she enjoys their time together she enjoys their time together often Hank gives her apples Often یا often Hank gives her apples. Often یا often هر دو تلفظ درسته. یعنی اغلب اوقات، بیشتر اوقات Hank همین آقای Hank gives یعنی میدهد. چرا اس اومده؟ به خاطر سوم شخص به خاطر Hank her یعنی به او، به اوی خانم، به کی؟ به جینجر. Apple یعنی سیب. دقت بکنید دوستان نگفتم اپل Apple, apple یعنی سیب. Apples یعنی سیب ها. چند تا سیب. Often Hank gives her apples یعنی اغلب اوقات هنگ به جینجر سیب میده. چند تا سیب میده بخوره. پس جینجر احتمالا سیب دوست داره. Often Hank gives her apples. اغلب اوقات هنگ به جینجر اپل میده. سیب میده. Often Hank gives her apples After long rides, Hank always washes and brushes ginger After long rides, Hank always washes and brushes ginger. After any yani, badas passes. long یعنی طولانی یا بلند ride یعنی سواری کردن rides یعنی سواری ها hank آقای hank. چی چیکار میکنه always همیشه washes یعنی میشوید wash یعنی شستن washes در حالت سوم شخص به کار رفته یعنی کی یعنی آقای هنک میشوره washes یعنی میشوید and و brushes یعنی فرچه میکشه brushes حالت سوم شخص brush یعنی فرچه کشیدن ginger که یعنی زنجبیل یا همین اسبه که در موردش داریم صحبت میکنیم after long rides بعد از سواری های طولانی هنگ آقای هنگ always همیشه washes میشوید and brushes و فرچه میکشد ginger ginger رو after long rides هنگ always washes and brushes ginger بعد از سواری های طولانی هنگ همیشه جینجر رو میشور و فرچه میکشه. After long rides, Hank always washes and brushes ginger. He usually brushes her tail. He usually brushes her tail. He یعنی اوی آقا اوی آقا در این داستان کیه؟ هنگ usually یعنی معمولا اغلب اوقات این کارو میکنه brushes چیکار میکنه براش میکنه چیکار فرچه میکشه her tail یعنی دم او اوی خانوم خانم خانم کی بود تو این داستان همین خانم جینجر این اسبه he usually brushes her tail یعنی او آقا یعنی آقای هنگ معمولاً چیکار میکنه دوم جینجر رو فرچه میکشه براش میکنه که تمیز بشه مرتب بشه he usually brushes her tail یعنی او معمولا دومش رو فرچه میکشه he usually brushes her tail then he gives her food and fresh water When he gives her food and fresh water. then یعنی سپس بعدن بعد از چی؟ بعد از اینکه دومش رو براش کرد دومش فرچه کشید هی یعنی اوی آقا پس داره کیا میگه؟ هنکو گیوز میدهد اس سوم شخص بعد از فعل گیو یعنی دادن میشه میدهد او میدهد کی میدهد؟ هنک هر فود یعنی قضایش her یعنی مال او مال او ی مؤنث کیو داره میگه پس داره جینجر رو میگه فود یعنی غذا هر فود یعنی غذای او اند و fresh واتر Fresh یعنی تازه سالم واتر یعنی آب فرش واتر یعنی آب نوشیدنی آب سالم Then هی گیوز هر فود and فرش واتر یعنی بعدش سپس تنگ به جینجر چی میده؟ غذا و آب تازه. Then he gives her food and fresh water. Ginger loves Hank. Ginger loves Hank. Ginger, همین اسبه زنجبیل. Ginger loves اس سوم شخص بعد از لاو یعنی عاشقش عشق میورزه بهش به کی به هنگ به هنگ صاحبش دوست داره جینجر لاوز هنگ در قسمت کامنت بنویسید جینجر لاوز هنگ پس با این کارهایی که آقای هنگ و جینجر میکنن جینجر عاشق هنگ جینجر لاوز هنگ بسیار خوب دوستان در گام فعلی که الان شما درش قرار دارید یعنی درس رو تا اینجا اومدید الان شما راحت باید بتونید این داستان رو بخونید حالا اجازه بدید ببینیم با هم میتونیم بخونیمش پس لطفا برای اینکه خودمون رو بتونیم محک بزنیم بیایم چیکار بکنیم صدای خودمون رو ضبط بکنیم پس لطفا موبایلتون رو بیارین دستگاهتون رو دکمه رکورد رو بزنین ضبط بکنید صدای خودتون رو میخوایم با هم یک بار از روی داستان بخونیم ببینیم کجا اشکال داریم کجا اشکال نداریم شما همزمان با من باید بتونید بخونید بدون شک اگر نتونید یعنی اینی که باید برید دوباره درس رو از ابتدا تمرین کنید آماده این؟ یه بار با هم داستان رو میخونیم هنک ایز a هی آن a فارم He has a horse named Ginger. Hank loves Ginger. He rides Ginger every day. Sometimes they walk slowly and sometimes they run fast. They always have a good time. Ginger is Hank's horse. She is light brown. Her tail and mane are dark brown. She is three years old. She lives in the stable by the house. Ginger waits for Hank every morning. She enjoys their time together. Often Hank gives her apples. After long rides, Hank always washes and brushes Ginger. He usually brushes her tail. Then he gives her food and fresh water. Ginger loves Hank. آیا تونستید بخونید داستان رو؟ من فکر میکنم باید تونسته باشید اجازه بدید یک بار دیگه به حالت کاملا نرمال داستان رو با هم بخونید پس صدای خودتون رو ضبط بکنید با هم میخوایم خیلی روون این داستان رو یک بار دیگه بخونیم هنکیز lives هی لیوز آن فارم هی هز هورس نیم جینجر Hank لاوز جینجر هی رایدز جینجر every day. Sometimes they walk slowly and sometimes they run fast. They always have a good time. Ginger is Hank's horse. She is light brown. Her tail and mane are dark brown. She is three years old. She lives in the stable by the house. Ginger waits for Hank every morning. She enjoys their time together. Often Hank gives her apples. After long rides, Hank always washes and brushes Ginger. He usually brushes her tail. Then he gives her food and fresh water. Ginger loves Hank. امیدوارم که هر روز بهتر از دیروزتون باشه و طبق روش ها و تکنیک ها تمرین و تلاش بفرمایید تا نتیجه بسیار عالی در انگلیسیتون و بیانتون داشته باشید.